معارضان عربستان اعلام کردند که اعدام‌های جدید از سوی ریاض در راستای اتهامات سیاسی است که بسیاری را قانع نمی‌کند. معارضان سعودی به اعدام‌های انجام شده در عربستان واکنش نشان دادند و در بیانیه معارضان عربستانی از مراجع قم و نجف اشرف درخواست شده است که برای توقف اعدام‌ها ورود کنند. همچنین در این بیانیه معارضان عربستانی آمده است نظام عربستان همچنان به دنبال این است که تصویری خشن و توطئه‌گر از معارضان ارائه دهد و این اتهامات سیاسی بسیاری را قانع نمی کند. یادآور می شود که وزارت کشور عربستان سعودی بعد از ظهر یکشنبه از اعدام 3 فرد در منطقه شرقی عمدتاً مناطق شیعه نشین در این کشور خبر داد. وزارتخانه عربستان ادعا کرده است که این افراد به جرم پیوستن به یک گروه تروریستی در اختیار داشتن سلاح و آموزش استفاده از آن، تعرض به مراکز و نیروهای امنیتی، پنهان کردن چند تروریست و برخی دیگر از جرایم اعدام شدند وزارت کشور عربستان سعودی چند روز پیش نیز از اجرای حکم اعدام 2 جوان شیعه بحرینی خبر داده و ادعا کرده بود که این افراد متهم به تلاش برای ایجاد هرج و مرج در عربستان و بحرین بودند. وزارت کشور عربستان مدعی شده بود که این 2 نفر وابسته به یک باند تروریستی بودند که سرکرده این باند در بحرین فعالیت داشته است. شماری از پناهجویان افغانستانی به رسانه‌ها گفتند پلیس پاکستان موج تازه‌ای از بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغانستانی در این کشور را آغاز کرده است. رسانه‌ها به نقل از برخی پناهجویان افغانستانی در اسلام آباد اعلام کردند پلیس بار دیگر در مناطق مختلف این شهر بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغانستانی را آغاز کرده است. برخی از این پناهجویان گفتند پلیس حتی از بیمارستان اکبر نیازی نیز تعدادی از افغانستانی‌ها را بازداشت کرده است. گفته می‌شود پلیس پیشاور نیز بازداشت پناهجویان افغانستانی در این شهر را تشدید کرده است. همچنین پلیس پاکستان مانند گذشته برخی از افراد دارای مدارک اقامتی و ویزا را زندانی کردند. بلغارستان دست کم 43 پناهجوی افغانستانی فاقد مدرک را در این کشور بازداشت کرد. پلیس بلغارستان اعلام کرد 43 پناهجوی افغانستانی که در یک کامیون مخفی شده بودند در یک ایستگاه بازرسی شناسایی و بازداشت شدند. بر اساس گزارش پلیس 6 نفر از این پناهجویان به دلیل نبود اکسیژن حال وخیمی دارند و به بیمارستان منتقل شدند. رادیو بلغارستان در گزارشی اظهار داشت پلیس شهر صوفیه راننده کامیون و همراهش را نیز بازداشت کرده است. پس از تحولات اخیر افغانستان روند مهاجرت مردم از این کشور افزایش یافته است و صدها افغانستانی در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله با صدور بیانیه رسمی سیاست‌های دولت اتیوپی علیه معترضین را مورد انتقاد قرار داده و آن را محکوم کرد. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، گزارش‌های میدانی و حقوقی از کشور اتیوپی به دست ما رسید که ثابت می‌کند نیروهای امنیتی حکومت اتیوپی به سرکوب معترضین به صورت خشونت‌آمیز دست زده که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است. این بیانیه می‌افزاید سازمان مسلمان آزاده این گونه اقدام‌ها و سیاست‌ها را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن است. گفتنیست بر اساس اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای در پی اقدام نیروهای حکومتی به تخریب یک مسجد تاریخی در آدیس آبابا تعداد زیادی از مسلمانان دست به اعتراض زده که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند.
مسئولان ایالت آنتاریو در کانادا بودجه مالی را برای پروژه آموزشی مبارزه با اسلام حراسی اختصاص دادند که مسئله با استقبال نهادهای اسلامی این کشور روبرو شده است. به گزارش الجزیره، شورای ملی مسلمانان کانادا تصمیم دولت ایالت آنتاریو برای اختصاص 500,000 دلار کانادا، نزدیک به 372,000 دلار آمریکا، به منظور تأمین مالی یک پروژه آموزشی در مدارس این ایالت با هدف مبارزه با اسلام حراسی قدردانی کرد. این شورا در بیانیه اعلام کرد این پروژه در شهر لندن ایالت آنتاریو برپا می شود، جایی که حادثه غم‌انگیز در ژوئن 2021 رخ داد، هنگامی که یک شخص یک خانواده مسلمان را زیر گرفت و 4 نفر از آنها کشته شدند. شورای ملی مسلمانان کانادا در توییتی دیگر نوشت ما هنوز راه درازی در پیش داریم، اما مشتاقان منتظر همکاری با این ایالت و شهر لندن هستیم تا آموزش عمومی درباره نفرت را در اولویت قرار دهیم. در پایان گفتنی است بر اساس گزارش آژانس دولتی جرایم ناشی از نفرت گزارش شده به پلیس 71% افزایش یافته است و حملات ناشی از نفرت از 84 حمله در سال 2020 به 144 حمله در سال 2021 میلادی رسیده است. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مزار شریف در افغانستان اعلام کرد که تعدادی از مسئولان این دفتر با ائمه جماعت و فعالان دینی و روحانیون و برخی فعالان و چهره‌های اجتماعی این شهر دیدار و گفتگو کردند. گفته می شود محور گفتگوهای صورت گرفته در این دیدار موضوعات دینی و چگونگی تبلیغ دین و نشر رسالت محمدی و مسائل مربوطه بوده است. به گفته دفتر آیت الله عظمی شیرازی دامظله در مزار شریف، نمایندگان و مسئولان این دفتر با حضور در مساجد مختلف مزار شریف با این ائمه جماعت و روحانیون و دیگران دیدار کردند. اداره مزارهای شیعی وابسته به سازمان اوقاف شیعیان عراق از ادامه توسعه و بازسازی اماکن متمرکه شهر تکریت در عراق خبر داد. در همین راستا محمد عباس شنون، معاون اداره مزارهای شیعی عراق، ضمن اعلام این خبر گفت مرقد مطهر امامان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فرزندانشان مانند نوری در سطح زمین میتابند و موجب روشنی مسیر میشوند. از همین رو باید برای حفظ و توسعه آنها تلاش کرد. وی در ادامه افزود کار توسعه تعدادی از مزارهای شیعی در شهر تکریت چند ماهی است آغاز شده و با سرعت در حال انجام است. هدف از این کار افزایش سطح خدمات رسانی به زائران است. محمد عباس شنون همچنین گفت از جمله این مزارها مزار سید محمد ابوالحسن اکبری رضوان الله تعالی علیه و مزار سید محمد ابن امام هادی علیه ما سلام است. هیدر محمد علی الموسوی، رئیس بخش مهندسی و امور فنی آستان مقدس حسینی علیه السلام در خیمگاه، طی اظهاراتی از ادامه طرح توسعه و احداث سقف در خیمگاه حسینی علیه السلام در شهر مقدس کربلا خبر داد. وی در ادامه افزود همه مقدمات و اقدامات لازم مورد نیاز برای احداث سقف در خیمگاه انجام شده و به پایان رسیده است. رئیس بخش مهندسی و امور فنی آستان مقدس حسینی علیه السلام در خیمگاه همچنین گفت علاوه بر احداث سقف، سیستم گرمایشی و سرمایشی و نیز زیرساخت برقی خیمگاه به طور کامل انجام شده است. الموسوی در پایان گفت طرح توسعه فعلی تا 1 ماه دیگر به طور کامل پایان می‌یابد و در مراسمی رسمی افتتاح خواهد شد.